بنابر مشهورترین اقوال، حضرت زینب سلام الله علیها در پنجمین روز ماه جمادی الاولای سال پنجم هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند. به مناسبت سالروز ولادت آن حضرت، گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. پس از آنکه خدای متعال به حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه سلام الله علیها دختری عطا کرد، نامگذاری او به زینب توسط پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انجام شد و بنابر برخی روایات جبرئیل این نام را از طرف خدای متعال به پیامبر اکرم الهام کرد. پیامبر اکرم آن حضرت را به وصف کرامت ستودند و ایشان را به جده آن حضرت خدیجه سلام الله علیها تشبیه کردند و از همگان خواستند که حرمت آن حضرت را پاس بدارند. برای آن حضرت القاب فراوانی نقل شده که مهمترینشان عبارتند از عقیله بنی هاشم، عارفه، فاضله، معصومه صغرا، عالمه غیر معلمه، نائبت الحسین، عقیلت النساء، فسیحه، بلیغه و شریکت الحسین. حضرت زینب سلام الله علیها را به سبب سختی های بسیاری که در زندگی دیده اند ام المصائب نیز لقب دادند. شهادت جد بزرگوارشان پیامبر اکرم، بیماری و به شهادت رسیدن مادرشان، شهادت پدرشان امیرالمؤمنین، شهادت برادرشان امام مشتبا، واقعی کربلا و شهادت برادرشان سید الشهدا و به اسارت رفتن در کوفه و شام از جمله وقایع سخت و تلخ زندگی ایشان به شمار می آید. نام زینب سلام الله علیها به عنوان یکی از فقیهان قرن نخست هجری قمری ذکر گردیده و بسیاری از دانشمندان شیعه به شرح پاره ای از فضائل و ویژگی های ایشان پرداختند. بسیاری از دانشمندان اسلامی سخنان و خطبه های زینب در کوفه و همچنین در دربار یزید را که همراه با استدلال به آیات قرآن بود بیانگر دانش ایشان دانستند. در برخی روایات و منابع تاریخی هم آمده که حضرت زینب هنگام حضور امام علی در کوفه برای زنان آن دیار تفسیر قرآن ارائه می کردند. سخنرانی ایشان در کوفه برای شنوندگان یادآور خطبه های پدر بزرگوارشان امیرالمؤمنین بود. سخنان آن حضرت در کوفه و مجلس یزید و نیز گفتگوی ایشان با عبیدالله ابن زیاد شبیه به خطبه های امیرالمؤمنین و خطبه فدکیه مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها دانسته شده است. درباره زمان و مکان و چگونگی درگذشت حضرت زینب در منابع تاریخی تا سده 8 هجری اطلاعات دقیقی وجود ندارد و اطلاعات موجود فقط تا زمانی را شامل می شود که کاروان اسیران وارد مدینه می شود. با این حال در منابع متأخر گفته شده است حضرت زینب یک شنبه 15 رجب سال 62 هجری قمری وفات کردند. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی چندی پیش در یکی از نشست‌های علمی در رابطه با مکان دفن حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی کتابی به نام دعا و زیارات دارند که در آنجا ذکر می‌کنند که امیرالمؤمنین 3 دختر داشتند که نام هر 3 زینب و کنیه آنها ام کلثوم بود. 2 نفر از این بزرگواران هم دختر امیرالمؤمنین و هم دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها بودند که مشهور به زینب و ام کلثوم هستند و اسم حضرت ام کلثوم هم زینب بوده است. نفر 3 دختر امیرالمؤمنین بوده اما از فاطمه زهرا نبوده است. معظم الله در ادامه فرمودند در کتاب دعا و زیارات از برخی علما نقل شده که 3 دختر امیرالمؤمنین که اسم او هم زینب و کنیه‌اش ام کلثوم بوده و مادرش حضرت زهرا نبوده و از همه کوچکتر بوده، در زمانی که امام حسین علیه السلام زنده بودند در مدینه از دنیا رفته و امام حسین او را تشییع و دفن نمودند. ایشان در رابطه با محل دفن هر 3 فرزند امیرالمؤمنین به نام زینب و کنیه ام کلثوم فرمودند زینب کبرا در دمشق دفن شده و زینب وسطا که به ام کلثوم مشهور است در مصر مدفون شده و زینب صغرا که کنیه او هم ام کلثوم بوده در زمان امام حسین در مدینه درگذشته و همانجا دفن شده است.
فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.